بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیری خدمت هم محصلین عزیز و گرامی، خدا کنه سالم و صحتمند باشین همراه فامیل و خانواده های محترمتان. انشالله که از شر ویروس کرونا همراه فامیل های معززتان در امان باشید. در قدم بعدی ضمن قبولی طاعات عبادت شما در ماه مبارک رمضان، انشاءالله عزیزا دعا بکنیم به چند روز با باقی مانده که از ماه مبارک رمضان مانده، دعا بکنیم که انشاءالله تمامی مشکلات مردم رفع بشه و این ویروس خانمانسوز و جانکاه کرونا از شهر ما و از کشور ما و از روی کل زمین انشاءالله و تعالی نابود بشه و از بین بره. با همین امیدواری درس خدا آغاز میکنیم. ابتدا مروری داریم به درس گذشته. عزیز اگر یاد چون باشه در جلسات قبلی ما در مورد منابع بین المللی و منابع داخلی حقوق کار، در کل منابع حقوق کار بحث کردیم که منابع داخلی بود و منابع بین المللی. منابع بین المللی هر کدام جداگانه بحث کردیم که شامل پیمان های دو جانبه یا چند جانبه می شد، قرارداد بین المللی کار می شد، دیگه خدمت شما عرض بکنم رویه قضایی میشد به اصول کلی حقوق و همچنین حقوق و مکلفات کاری و کار از نظر اسلام بحث کردیم که چهار مورد بود: حقوق و امتیازات بود، مزد بود، رخصتی بود، تامینات اجتماعی بود و اعتصاب. خب تعریف اعتصاب و چگونگی تاریخچه اعتصاب و انواع اعتصاب جلسه گذشته خود شما بحث کردیم و همچنین مکلفت های کارفرما این در هم بحث کردیم در جلسه گذشته، یعنی جلسه قبلی ما و شما جلسه هشتم. امروز انشاءالله میپردازیم به بحث ما و شما در جلسه نهم، اهمیت کار از نظر اسلام. اگر کتاب شما را چک کنم به صفحه چند است؟ صفحه 53 کتاب شما. نه، اهمیت کار از نظر اسلام از دو دیدگاه رو بحث میکنیم، یکی از دیدگاه قرآن عظیم الشان کدام آیه و قرآن میشن در مورد کار چی فرموده و همچنین احادیث ذکر شده در مورد کار. عزیز از جایی که میفهمین دین مقدس اسلام نسبت به تمام مکاتب و ادیان سفارش به کار نمیده تا اینکه جامعه بشریت به وسیله زحمت خیش بتوانم از یک طرف تامین نفقه کنه و از طرف دیگر رمزی را که خداوند در طبیعت برای ایجاد تسهیلات زندگی انسان ها برمغان داده به وسیله کار چیکار کنه به دست بیاره. چنانچه خدا اینجوری در قرآن شان میفرمایه، تکرار میکنم عزیزا، دین مقدس اسلام نسبت به تمام مکاتب و ادیان سفارش به کار کرده تا جامعه بشریت به وسیله زحمت خیش بتوانم از یک طرف تامین نفقه کنه و از طرف دیگر رمزی که خداوند در طبیعت برای ایجاد سهولت های زندگی انسان برمغان داده به وسیله کار چیکار کنه به دست بیاره. چون چه خداوند به قرآن از مشان می فرمایه بسم الله الرحمن الرحیم و سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض و سخر لکم مسخر گردانیدیم، یعنی رام گردانیدیم برای شما ما فی السماوات ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. ترجمه آیه این قسمش عزیزا و سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض و سخر لکم مسخر گردانیدیم، یعنی رام گردانیدیم ما فی السماوات مسخر گردانیم برای شما ما فی السماوات آنچه در آسمان ها ما فی الارض و آنچه در زمین است. تسخیر کردن زمین و آسمان یعنی به دست آوردن گنج می باشد که خداوند متعال برای بشر ارزانی داشته. دوستا منظور از مسخر کردن آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است این است که آنچه در آسمان هاست منظور از آفتاب و مهتابه. آنچه در آسمان هاست منظور از آفتاب و مهتابه، یعنی آفتاب و مهتاب رام گردانیده خداوند در آسمان زمین به اختیار انسان. انسان از نور مهتاب چیکار میکنه؟ از نور مهتاب در تاریکی شب استفاده میکنه و از جانب دیگر از نور خورشید در روز استفاده میکنه. نور خورشید نه تنها برای انسان ها مفید است، بلکه برای جامدات، بلکه برای نباتات هم بسیار مفید و ارزنده است. شما تصور بکنید اگر نور نباشه کدام نبات، کدام گیاه، کدام سبزه، کدام علف ما در روی زمین نداریم. و نور انسان است که انسان از او برای تولید نور، برای تولید انواع و اقسام انرژی ها استفاده میکنه. بنان
خداوند می فرماید که ما هر آینه آسمان ها و زمین را برای انسان ها رام کردانیدیم، مسخر کردانیدیم. مسخر گردانیدن آنچه در آسمان، مسخر گردانیدیم آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. در آسمان ها خدمت شما گفتین، آنچه در زمین است. در زمین عزیزا نباتات، گیاها، سبزه ها و تمامی چیزهایی که در روی زمین کش میشه و انسان حاصل استفاده میکنه، از این جمله برداشت میشه که خداوند رام گردانیده، به اختیار انسان قرار داده آنچه در زمین و آنچه در آسمان و آنچه در زمین است. دیگه عزیزا در زمین چیزهایی که هست میتونیم تیاره ها رو تصور کنیم، شما موبایل تصور کنیم، انتقال امواج، فرکانسی از یک کشور کشور دیگر، از یک قاره به قاره دیگر، و همچنین تیاره با فاصله چقدر فاصله ها پرواز میکنه، اینا همه نشاننده ذات و صفات و عظمت و بزرگی ذات اقدس الهی است که واقعا قدرت خود به تصویر کشیده و به مصداق آیه مبارکه قبلا گفتیم مسخر گردانیده برای انسان، برای ماها، برای انسان و بشریت آنچه در آسمان و آنچه در زمین است. خب این بود یک آیه از قرآن مشان که در مورد کار و اهمیت کار از دیدگاه اسلام بحث کرده بود. نه همه نشانه نه کار است که انسان میتونه با نور آفتاب در زیر سایه مهتاب و در نور آفتاب کار بکنه و تلاش بکنه، زحمت بکشه و مفاد به دست بیاره. در آیه دیگه خدا انجا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ان لیس للانسان الا ما سعا، و ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچ چیز نیست از برای انسان مگر پاداش و تلاش و کوشش. خداوند انسان به دنیا خلق کرده تا اینکه عبادت بکنه و تلاش بکنه و زحمت بکشه در راه خدا و از راه حلال روزی کسب بکنه و دست بیاره. دعای مبارکه در مورد کار در قرآن عظیم و شان ذکر شده. عزیزان گرانقدر، یکی آیه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض است و یکی دیگه هم و ان لیس للانسان الا ما سعا. و تایید همین آیه شاید هم چیزی وا میفرمایه من طریق سعی میارم بجا، لیس للانسان الا ما سعا. احادیث ذکر شده در مورد کار، آیا کدام حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله در اینجا روایت شده یا خیر؟ پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرمایند کسی که شب از حاصل دسترنج خود غذا بخوره، طعام میل کنه، خداوند او را میبخشه. یک حدیث است. حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که اگر یکی از شما ریسمانی را برداره و با عزم متین در پشت خود هیزم بکشه و از دستمزد مشکلات مالی خود حل بکنه، بسیار بهتر و خوبتر از آن است که به گدایی و پیش مردم دست دراز بکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر یکی از شما ریسمانی را برداره و در کوه و دشت و صحرا و پشت خود اساس ریسمان هیزم کش کنه و او هیزم را بفروشه و از دستمزد چیزی که به دست آورده روزی حلال دست بیاره، مشکلات مالی خود حل بکنه، بهتر از او است که به گدایی دست آقا پیش مردم چکار بکنه؟ دراز بکنه. ای بود احادیثی در مورد اهمیت کار از دیدگاه اسلام. جایگاه انبیاء علیه اسلام، اگه ما و شما در اسرد اسلام بررسی بکنیم، هر پیامبری که آمده از آدم تا خاتم، از حضرت آدم علیه اسلام تا حضرت محمد علیه اسلام، تمامیشان به کار و شغل و حرفه و مصرف بودن. حضرت نوح علیه السلام کارش ساختن کشتی بود. حضرت ادریس علیه السلام کارش خیاطی بود. حضرت پیامبر صلی الله علیه السلام کارشان تجارت بود. همراه سرمایه بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها دست به تجارت می زدن و از تجارت می کردن و روزی حلال به دست می آوردن. و سایر پیامبرایی که شما اگر تاریخچه از بزرگوارار مطالعه بکنیم، هر کدامشان کاروبار داشتن در پهلوی دعوت، بر علاوه دعوت از خود کاروبار مشخصی هم داشتن که از او طریق
امرار معیشت میکردن و روزی حلال به دست میآوردن. خب عزیزا بود این اهمیت کار از نظر اسلام. فواید یا مزیت های کار، اگر بخواسته باشین فواید یا مزیت های کار بر بشمورین، چند مورد مختصر خدمت شما عرض میکنم. چی فایده هایی داره کار، چی مزیت هایی داره کار. کار اول باعث رشد عقلانی میشه. زمانی که انسان کار بکنه، همین کار باعث رشد عقلانی انسان میشه. عقل انسان رشد میده، ذکاوت و هوشیاری انسان رشد میده. دیگه عزیزا، کار باعث کسب آرامش روحی میشه. کار باعث کسب آرامش روحی میشه. شما میفهمید کسی که کار داشته باشه، کسی که کسب و شغل و هنر داشته باشه، صبح میره سر کار، شام میایه، هیچ دغدغه تشویشی نداره. اما اگر بیکار باشه، از صبح تا شام به خانه، هزار مشکل روحی و مشکل عصبی برای چیکار میشه پیدا میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله در این مورد هم میفرمایند، در مورد اینکه کار باعث کسب آرامش روحی میشه، میگن هرگاه انسان نیازهای خود را تامین بکنه، آرام میگیره. پیامبر صلی الله علیه و آله چی میفرمایند؟ میفرمایند که هرگاه انسان نیازهای خود را تامین کنه، آرام میگیره. پس بنابراین از این نتیجه میگیریم که کار باعث چی میشه؟ کسب آرامش روحی میشه. دیگه عزیزا، کار باعث سلامت جسم میشه. اگه انسان کار بکنه، جسم انسان همیشه سالمه و از گزند انواع و اقسام مریضی ها در امان میباشه. شما اگر تصور بکنیم کارگرایی که سرگذر از صبح تا شام، کارگرایی که در کارهای ساختمانی و کارهای ساخت و ساز مصروفن، اگر اینا تصور بکنیم صبح تا شام کار میکنن، خیلی کم مریض میشن و خیلی کم به دکتر مراجعه میکنن. چون کار باعث سلامتی چیه؟ باعث سلامتی جسمه. دیگه عزیزا، کار باعث رفع فقر و تأمین اجتماعی نیازمندان میشه. کار باعث رفع فقر و تأمین اجتماعی چی میشه؟ نیازمندان میشه. با کار و تلاش میشه که انسان فقر چکار بکنه؟ فقر دفع بکنه، از بین ببره. کسب درآمد باعث میشه تا فرد بتوانه به دیگران کمک کنه و دیگران در راه کمک رسانی یاری و همکاری بکنه. فرد باید در اجتماع همیشه مفید و مؤثر واقع بشه. یعنی فرد باید در اجتماع با قول مردم باله باشه، نه باره. باله باشه به ایمان که دیگر را بتانه چکار بکنه؟ کمک بکنه. همچنین دولت ها مکلفن که زمینه از بین بردن فقر و زمینه ایجاد کار برای افراد در جامعه چکار بکنن؟ فراهم بکنه. چنانچه در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که ما قبلا امیر خوانده بودیم، میگه کار حقی است که باید دولت‌ها و جامعه برای هر کسی قادر به انجام یا از چیکار بکنه تضمین بکنه. کار گفته حقی است که دولت‌ها و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام از چیکار بکنه تضمین بکنه. این بود دوست و اهمیت کار از دیدگاه اسلام. بحث بعدی ما شما اقسام قراردادهای کاری در نظام اقتصادی اسلام است. اسلام عزیز عزیزا یک دین بسیار کامل و جامع می باشه و از جمله شرایط حقوق کار وجود قرارداد کاری بین نیروی کار و کارگر و کارفرما می باشه. هدف از قرارداد کاری در نظام اقتصادی اسلام چی عزیزا؟ دقت کنیم، هدف از قرارداد کاری در نظام اقتصادی اسلام جلوگیری از تضییع حقوق کارگر می باشه. یک طرف و از جانب دیگر تعیین شرایط معینی که منافع دو طرف بوده تا اینکه حقوق هر دو جانب چیکار بشه؟ تا اینکه حقوق هر دو جانب رعایت بشه. یک سلسله قراردادهای در نظام اقتصادی اسلام هست که قراردادها صرف من خدمت شما تعریف ارائه میکنم، فقط تعریف شما یاد گیریم کفایت میکنه. و دیگه توضیحاتی که در صفحه 57 کتاب شما داره در قسمت اقسام قراردادهای کاری در نظام اقتصادی اسلام میتونیم صرف نظر بکنیم. صرف همین تعریف صفحه 58 و 59 تعریف یاد بگیریم انشاءالله در کدام موضوع مهمی در این فصل نمی باشه. خب میان دوست و سر تعریف اجاره. اجاره چی هست؟ اجاره یک عقدی است که موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشه. مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشه. در اجاره مستاجر کسی که مال به اجاره میگیره، عین مستاجر یعنی همون مال میشه.
ما در سه اصطلاح داریم در بحث اجاره، یکی موجره، یکی مستاجره و یکی هم عین مستاجره. این سه تا یاد شما باشه که داخل کتاب شما نیمه میتونه توضیح میدم. در قسمت اجاره سه گپه، یکی موجر معنای اجاره دهنده، مستاجر معنای اجاره کننده، عین مستاجر معنای همون متا یا همون مال یا همون عین هر چی که هست. پس دوستا اجاره عقدی است که موجب آن مستاجر چیکار میکنه؟ مالک منافع یعنی صاحب منفعت عین مستاجر یعنی مال میشه. مستاجر کرایه گیرنده صاحب فایده عین مستاجر یعنی مال میشه. پس اجاره تعریفی واضح شد، عقدی است که موجب آن مستاجر یعنی اجاره گیرنده، مالک یعنی صاحب منافع یعنی فایده عین مستاجر یعنی مال میشه. مثلا شما خونه کرایه میکنیم، در واقع چیکار میکنیم؟ مالک منفعت همون خونه میشین، یعنی از خونه کمی میشینیم از زندگی میکنیم، یعنی در واقع منفعت که به دست میاریم. این شد تعریف. چی تعریف؟ اجاره. مضاربه. مضاربه عقدی است که طرفین قرارداد قبول میکنن که عامل با سرمایه مالک به فعالیت تجاری مشغول شه و سود حاصل به نسبت مشخص بین هم چیکار کنن؟ تقسیم بکنن. مضاربه عقدی است که طرفین قرارداد قبول میکنن که عامل با سرمایه مالک، عامل همون کسی که معامله میکنه، با سرمایه مالک کسی که پول میده، با فعالیت تجاری مشغول بشه و سود حاصله و نسبت مشخص بین هم چیکار بکنن؟ تقسیم بکنن. خب این بود تعریف مضاربه، خیلی ساده، فقط دو کلمه ای که اینجا فکر میکنم جدیده و تازه که شما بار اول شهدور شنیده باشین، کلمه عامل. عامل معنی کسی که پولر معامله میکنه. خب مالک هم خب مشخص صاحب پول. مزارعه از زرعه معنی کش گرفته شده. عقدی است که طرفین قرارداد قبول ببخشین. مزارعه عقدی است که صاحب زمین و کشاورز به هم قرارداد میکنم که کشاورز بر روی زمین چیکار کنه؟ کار کنه و محصول بین هم چیکار کنن؟ محصول در بین هم تقسیم بکنن. مزارعه عقدی است که صاحب زمین و کشاورز با هم قرارداد میکنن که کشاورز بر روی زمین کار کنه و محصول بین هم چیکار کنن؟ تقسیم کنن. این تعریف چیه؟ این تعریف مزارعه. این دیگه چیه؟ با هم انشاءالله نداره. تعریف بعدی تعریف مساقات است عزیزم. مساقات از چی گرفته شده؟ از ساقه، یعنی کسی که امو درختار چیکار میکنه؟ آبیاری میکنه، آب دهنده یا ساقه. خب برحال قرارداد صاحب زمین با شخصی است. مساقه قرارداد صاحب زمین با شخصی است که برای رسیدگی درختان و آبیاری آن چیکار میکنه؟ کار میکنه. این تعریف چیه؟ مساقات. مساقات قرارداد صاحب زمین با شخصی است که برای رسیدگی درختان و آبیاری آن چیکار میکنه؟ کار میکنه. این تعریف مساقات شد. شما مثلا 500 تا درخت داریم داخل یک باغچه، کسر مشخص، کسر معین میکنیم، کسر تعیین میکنیم که او درخت رو آبیاری بکنه، محافظت و نگهداری بکنه. همون عقد قرارداد مبلغ ماهوار به رزو پرداخت میکنیم هرچی که میدین، همون عقد قراردادی که بین شما و طرف منعقد میشه به نام عقد مساقات یاد میشه. دیگه دوستا شرکت. شرکت قراردادی است که بین دو یا چند نفر که هر یک قسمتی از سرمایه خود چیکار میکنن؟ تامین میکنن و به نسبت سود و زیان با هم شریکن. شرکت 4-5 نفر یک جا میشن، یک شرکت تشکیل میدن که هر کدام به اندازه سرمایه که چی کرده، سرمایه گذاری کرده، به مفاد میبره و در اخیر سال تصفیه حساب میکنن به سود و زیان با هم دیگر چیان شریک هستن. دیگه جاله دوستا، جاله عقدی است که موجب آن صاحب کار ملتزم میشه، یعنی ملزم میشه، یعنی لازم میدانه که در ازای کار مشروع معین دستمزد معلوم معین را با عامل بده. مثلا صاحب کار خود ملزم میکنه، یعنی خود الزام میکنه که هر کسی همی کاری که ما میگم او را انجام داد، عملی که میگم او را انجام داد، بنان دستمزد معین برای چیکار میکنم؟ پرداخت میکنه. مثلا اگه به شما بگم جایزه ای که دارن اعلان مفقودی تعیین می نوید،
جایزه ای که در اعلان مفقودی تعیین می نماید. مثلا چی قسم؟ کسی از کسی چیزی گم میشه اعلان میده به رادیو تلویزیون، نفری پیدا میکنه و از که پیدا کرد میگه یابنده مبلغی که در افغان شیرینی اخص بداره. همو عقده که بین این طرف پیدا کننده و طرفی که مال از اونه بسته میشه و به نام چیت میکنه؟ به نام جواله یاد میکنن. مثلا جایزه ای که در اعلان مفقودی تعیین می نماین. مثلا جایزه ای که در اعلان مفقودی چیکار میکنن؟ در اعلان مفقودی تعیین می نماین. همو به نام عقد چیت میشه؟ عقد جواله یاد میشه، چون مشخص کردنه گفته دستمزد معلوم معین با عامل بده. اعلان میکنه که اگر کسی پاسپورت من گم شده پاسپورت من پیدا کرد من مبلغ بسیار رو مثال 5000 افغانی برای و شیرینی میدم و غیره. این عقد عقد بنام چیر میکنن جواله. خب عزیز وقت ما به شما پایان رسیده. تشکر از حوصله‌مندی شما. ای بود ختم جلسه نهم. انشاءالله اگر حیات باقی بود و زنده بودیم در جلسه بعدی یعنی جلسه دهم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.